قبل از همه روز جهانی زن را باید به شاخص و پرچمدار زنان رئیس جمهور عزیزمان خانم مریم رجوی تبریک گفت. راه گشایی ایشان و فداکاری بی حد و مرز و مافوق طاقت وی از فردای 30 خرداد در مبارزه علیه رژیم زنستیز آخوندی به راستی نمونه‌ای کاملا بی همتا در تاریخ مبارزات زنان است. آری، هزاران زن قهرمان در اشرف و اکنون در زندان لیبرتی پس از عبور از فراز و نشیب‌ها و توطئه‌ها و طوفان‌ها و با فدای بیکران سرمشق و الگوی مبارزه با بنیادگرایی و زنستیزی در کشورهای منطقه و سراسر جهان شدند. ای خامنه‌ای پلید و در گل مانده و ای روحانی شیاد، باید بدانید با تمام اوباش و عزازلتان به دست توانای ما زنان ایرانی و با صف زنان پیشدار در زندان لیبرتی که در مقاومتی بی نظیر به سر میبرند شما را سرنگون کرده و در فاضلاب تاریخ که جای همه دجالان و شیطانان و دیکتاتوری هاست خواهیم انداخت. با مریم رهایی 1, 2, 3, 100 هزار اشرف می سوزد. ما به عنوان زنان ایرانی که تجربه اختناق 35 ساله دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطایی ولایت فقیه را با گوشت و پوست و استخوان حس کرده ایم، سینه پردرد و تجربه دردناک و خونین در این زمینه داریم. امروز ما با سرهای بالا و با افتخار می توانیم بگوییم که بزرگترین ارتجای منطقه‌ای و جهانی را همین زنان به رهبری مریم رجوی با صفی طولانی از زنان مسئول در مقاومت ایران به مصاف طلبیده و رژیم را به وحشت انداخته و امروز در ایران و در بسیاری از کشورهای منطقه شاهد پیروی از این الگوی ضد بنیادگرایی هستیم. جامعه زنان علیه بنیادگرایی در سوئد 8 مارس 2014. با تشکر. سرزمینم، خاک پهناور، دل خاورمیانه، نام تو، تاریخ تو، مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، یک چشم شرم ناب دارم، قد صدها صد سیوند پشت چشمم آب دارم. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پارس، مثل دریا می خروشم. من بلوچ و کرد و ترک و بختیارم. من خلیجم تا ابد فارس. من زن ایرانیم، می سازمت با خشت جانم، می زنم صدها ستون تا سقف تو با استخوانم. من زن ایرانیم، آن مفخران منبری ناقص عقل خواندن مرا، برکشم تیری ز آرش، برزنم بر سینه‌شان تا بدانن من زن ایرانیم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. بعد از روی کار آمدن آخوند شیاد روحانی، نه تنها بر میزان آرمان اعدام‌های افزوده شده، بلکه این اعدام‌ها و سرکوب‌ها به شکل هرچه علنی‌تر و بی‌رحمانه‌تر در هر کوچه و میدانی رخ می‌نماید. و می‌بینیم در طرف دیگر صفی از شیر زنان و مردانی که پیشاپیش آن هزار زن مجاهد خلق به رهبری خانم مریم رجوی برای گسستن بند از بند این جانیان یک لحظه از پای نمی‌نشینند.
و ناقوس مرگ ظالمان را هر روز در مبارزات و ایستادگیشان بر سر آرمان آزادی به صدا در می آورند. ما زنان هوادار سازمان مجاهدین با پیروی از خانم مریم رجوی بر ادامه مبارزه علیه دیکتاتوری آخوندی عهد می بندیم و در کنار هزار زن اشرفی در زندان لیبرتی تا سرنگونی این رژیم جنایتکار می ایستیم، تا آزادی و برابری را برای زنان تحت ستم و مردم محروم در میهنمان پای ریزی کنیم. درود بر آزادی، سلام بر مریم رجوی و هزار زن اشرفی در زندان لیبرتی. جامعه زنان ایرانی در سوئد، 8 مارس 2004. آخوندهای ایران با تصویب قوانین دوره بربریت سعی به زیر کشیدن انسان از مرزهای انسانی به مرزهای جاهلیت و همینطور سعی در مشروع جلوه دادن این پدیده های ضد انسانی دارند. جا دارد که در روز 8 مارس به بررسی برخی از این قوانین عقب مانده در ایران اصیلمان بپردازیم. رو به حک من شیر زنم، خاموش تا من روشنم، با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم، تا به گیسویم سرابی بیش نیست، نقش بیهوده برابی بیش نیست، بی لب لعل و حدیث چشم مست بر لب مست خرابی بیش نیست، وصف ابروی کمان و تیر مژگان سیاه، حرف ما ابزار جنگ شعر نابی بیش نیست، من منم یک زنم، عطر هوس دار تنم، نطفه هستی درم، از جان و از دل میترم. کدوم گوتمم